سلام دوستای عزیز، بازم خوش آمدید به لکچر 30 ما. در لکچر گذشته درباره ساختمان دیود صحبت کردیم و خود دیود تعریف کردیم و دیود به خاطر چی استفاده میشه. در این لکچر در مورد دیود سرکیتایی که توسط دیود ما میسازیم او را تشریح میکنیم، استفاده از سرکیتا را تشریح میکنیم. خب اول میریم طرف ایدیال دیود مود. دیود در حالت عادی، مثلا ایدیال یعنی در حالتی که مثلا چیز باشه فرضی، که دیود در حالت فرضی یا تیوریتیکلی چه رقم می باشه. The simplest way to visualize diode operation is to think of it as a switch. دیود مثل یک سویچ واری ما فکر میکنیم. یک سویچ شما دیده باشین که وقتی که دیود فورورد بایاس باشه، مثلا این رقم نصب شده باشه که مثبت دیجا باشه و کرنت از طرف مثبت طرف منفی حرکت میکنه، در اینجا الکترون فلو رو نشان داده که طرف خب ما و شما باز کرنت رو نشان میدیم که اصلا کرنت سرچپه فلوی الکترون میباشه. الکترون از منفی به مثبت میره و کرنت که هسته از مثبت به منفی نشان داده میشه. خب وقتی که مثبت در اینجا که هست، دیود مثل یک سویچ بسته واره کار میکنه. شما میبینید سویچ در اینجا بسته هست، یعنی فکر میکنید که نمی لاین اردش وصل است و جریان بسیار بسانی حرکت پیدا میکنه. خب وقتی که ترمینال منفی بیتری را در درجه وصل کنیم و مثبت در اینجا، بعد از این وقت دیود ریورس بایاس میباشه که جریان را قطع میکنه و مثل یک سویچ باز کار میکنه. سویچ باز است، وقتی که سویچ باز باشه فکر کنید که این لاین است و این لاین دیگه قطع شده باشه، باز باشه، پس کرنت دیگه جریان پیدا نمیکنه. و در این گراف اگر شما ببینین ریورس ولتیج ما صفر است، بخاطر از اینکه اگر دیگه ما شما ببینیم ریورس ولتیج ما نداریم، اما در فورورد ما کرنت داریم. دیگه شما میبینید فورورد کرنت IF ما هست. خب پرکتیکل دیود مدل، در سلاید قدیمی ما درباره ایدل دیود مدل خواندیم که دیود در حالت تیوریتیکالی که دیگه چیزا در نظر نگیریم چطور است، اما وقتی که در حالت پرکتیکل یا عملی چطور می باشه. The next highest level of accuracy includes the barrier potential in the diode model. اگر یک کمی دیگه هم دقیق تر دیود تشریح کنیم، باز او وقت ما باید barrier potential در نظر بگیریم. این را به خاطر simplicity ما تشریح میکنیم. اول مثلا به خاطر اینکه کسی در این موضوع نو باشه، باز ما وقتی چی میکنیم اما barrier potential چیزا را در نظر نمیگیریم و تنها مثل یک switch وارد دیود فکر میکنیم. و دیجا اگر دیگه هم دقیق تر شویم، دیود نه تنها که مثل سویچ است، اما یک ولتیج هم از خود داره، یک ولتیج که خورترک از خود داره که از او ولتیج باید زیادتر باشه. مثلا مثبت ما اینجا وصل کردیم بیتری را و منفی ترمینال اینجا وصل کردیم، کرنت جریان پیدا میکنه به یک قسم. اما تا وقتی که اگر این دیود از سیلیکون ساخته شده باشه، تا وقتی که این فورورد بایاس نمی ولتیج ما 0.7 میباشه، یعنی از 0.7 که وقتی که اینمی بیتری ما زیادتر نشوه، تا او وقت ای جریان پیدا نمیکنه. بخاطر از اینکه مثبت ازی مخالف مثبت ازی است، نمیمانند که جریان پیدا کنه. باید ما 0.7 ولتیج وارد بیتری کنیم که از او کرنت بعد از او جریان پیدا کنه. و وقتی که در ریورس بایاس باشه، یعنی منفی را ما در اینجا وصل کنیم و مثبت در اینجا، بعد از او سویچ مثل دیود مثل یک سویچ باز واره کار میکنه که جریان را انتقال نمیده. در گراف اگر نشان بدیم، شما اینجا میبینید که 0.7 ولتیج ما ضرورت داریم تا از دیود ما کرنت یا جریان را انتقال بدیم. و این 0.7 به سیلیکون است، این را نوت کنیم. برای جرمینیم یست 0.2 ولت. خب the complete diode model، یک مدل اصلی کمپلیت که پرکتیکال ما گفتیم، پرکتیکال هم بیخی کمپلیت نیست. یک کامل دیود مدلش چه رقم است که در اینجا ما چی را نظر میگیریم؟
در اینجا ما نه تنها که وی بی یا در نظر میگیریم، بلکه یعنی یک رزیستور هم در نظر میگیریم، به خاطر از اینکه دیود از سیمی کاندکتور ساخته شده. سیمی کاندکتور مثل کاندکتور واره نیست، کاندکتور مس مثلا که کاندکتیویتی یا رزیستنسش یا مقاومتش بسیار کم است، اما از خود سیمی کاندکتور از خود یک کمی مقاومت داره که دیود یک مقاومت داخلی از خود داشته می باشد. اگر ما ایرا فورورد بایس کنیم، یعنی مثبت در اینجا وصل کنیم، منفی در اینجا، و ایرا نشان بدیم، دیود هم مثل این رقم جریان در اینجا حرکت میکنه، و در اینجا ما باید 0.7 ولتیج داشته باشیم و یک رزیستور هم داریم. اما وقتی که ما منفی را در اینجا وصل کردیم، مثبت در اینجا، بعد از او ما این دیود مثل یک فورورد بایس میبخشین، ریورس بایس میباشه که اینمی مثل یک سویچ باز واره استفاده میشه، اما در این وقت یک رزیستور هم داره که این رزیستور بسیار قوی میباشه. وقتی که در ریورس باشه رزیستورش بسیار زیاد میباشه، اما در فورورد که هست رزیستور بسیار کم میباشه. به خاطر از این هسته که ما وقتی که 50 ولت در اینجا اپلای کنیم، بعد از او اینمی رزیستور از بین میره و جریان پیدا میکنه. اما در وقتی که از 50 ولت کمتر باشه، اگه این سیلیکون باشه، بعد کمتر از 50 ولت جریان پیدا نمیکنه. خب اگر در گراف نشان بدیم، شما میبینید که 0.7 ولت در فورورد بایس یک کرنت فورورد کرنت یا کرنت پیشروی راسن زیاد نمیشه، مثل یک سلوپ داره، یک از خود یک سلوپ همی خود چیز کجی را میگه، یک کمی کجی داره. اما در ریورس هم شما ببینین یک خط مستقیم نیست، یک کمی کرنت هست که فلو میکنه، small reverse current due to high resistance, reverse resistance. وقتی که ما کرنت سرچپم بسته میکنیم، به این رقم نیست که کاملا باز باشه، یک کمی کرنت های خرد و ریزه از اینجا لیک میشه یا میچکه، هم کرنت ها کم کم تیر میشه که اینجا ما نشان میدیم بسیار بکم. خب این بود در مورد دیود که ما صحبت کردیم. فعلا میریم در مورد دیود ریکتیفایر صحبت میکنیم که در امتحان زیادتر سوال، تقریبا 50% سوال از ریکتیفایر هاست که از فول ویو ریکتیفایر و هاف ویو ریکتیفایر و از این دو قسم زیادتر سوال است. پس متوجه باشین برای از این موضوع یکم زیادتر. خب ریکتیفایر چی است؟ Because of the diode ability to conduct current in one direction and block current in the other direction, diodes are used in circuits called rectifiers that converts AC voltage into DC voltage. Rectifiers are found in all DC power supplies that operate from an AC voltage source. خب به خاطر از اینکه دیود از یک طرف کرنت را اجازه میده و در مخالف اجازه نمیده، به خاطر از این ما میتونیم که خود دیود را به حیث ریکتیفایر استفاده کنیم. ریکتیفایر چی است؟ ریکتیفایر یک آلای است یا یک که ایسی را برق ایسی را به دی سی کنورت میکنه. خب در مورد ای سی و دی سی کرنت صحبت میکنیم که ای سی و دی سی چی هست. خب کرنت ای سی و دی سی را ما قبلا تشریح کردیم که ای سی به معنای آلترناتیو کرنت است یا و دی سی به معنای دایرکت کرنت است. آلترناتیو کرنت به معنای چیزی است که جریان جهت خود را تغییر میده، یک دفعه مثبت میشه و یک دفعه منفی میشه ترمینالش. اگر این رقم نشان بدیم، یک دفعه مثبت میباشه نظر به فرکانسیش، اگر فرکانسیش یک باشه این معنی میده که در یک ثانیه یک دفعه این مثبت میباشه، در ثانیه دیگر این منفی میشه ترمینال، این مثبت میشه.
در خانه‌ای که ما در خود خانه در روزمره که ما استفاده میکنیم برق ایسی ما 240 وات میباشه و 50 تا 60 هرتز فرکانسی است. یعنی به معنی است و این معنی است که خود کرنت ما یا ولتیج ما در یک ثانیه 50 دفعه یا تا 60 دفعه جهت خود تغییر میده. در امتحان یک سوال 4 نمره ای از این سلاید است که متوجه شان باشین. خب اگر اینجا ما شما را ببینیم این کرنت این سیگنال اگر ولتیج باشه یا کرنت اگر ولتیج باشه یا کرنت باشه مشکل نیست، مهم نیست. خب یک چیز متوجه باشین که وقتی که از صفر بالا باشه یا پایین باشه، یک چیز بسیار مهم، یا پایین یا بالا مشکل نیست. خب وقتی که از مثبت و به منفی تغییر نکنه، این رقم تغییر نکنه یا به این رقم تغییر نکنه، در اون وقت ای دی سی است. اگر ما به شما این را بگویم ای دی سی است به خاطر از اینکه همیشه از صفر بالاست. اگر این رقم یک چیز دیگه باشه، ببخشید این رقم و این صفر است و در اینجا باشه این میخواد نمیخواد، باز هم ای دی سی است چون همیشه از صفر به پایان است. و این را میتونیم گفته که مثلا ولتیج ما مثلا منفی 10 ولت است، اما دی سی است به خاطر که بالا نمیاد. و این شما اگر ببینین ایم دی سی است چون به خاطر که تغییر میکنه، اما همیشه از صفر به بالا تغییر میکنه. یا اگر این رقم باشه پایین هم باشه از صفر به پایین تغییر میکنه، هر دوش دی سی است. شما اگر ببینین ایم دی سی است چون از صفر همیشه بالا است، و اگر از صفر به پایین هم باشه بازم دی سی است چون بین صفر از بین مثبت و منفی تغییر نمیکنه. و همچنان امی خود چهارم دیاگرام ما دی سی است چون این همیشه از صفر بالا است. خب الٹرناتیو کرنت چی است که الٹرناتیو کرنت کرنتی است که تغییر میکنه بین مثبت و منفی. در اینجا ما دیدیم که دی سی است چون همیشه از صفر بالاتر است، اما در اینجا ما میبینیم که این ولتیج ما ای سی است چون یک وقت از صفر به بالاست، اما در ثانیه دیگه یا در وقت دیگه شاید نظر به فرکانسی تایم فرق میکنه منفی میشه، بعد از او باز مثبت میشه، باز منفی میشه، باز مثبت میشه و باز منفی میشه. خب این را الٹرناتیو کرنت میگه یا ای سی. این ای سی است چون از صفر از منفی به مثبت میره، از مثبت باز به منفی میره، از منفی باز به مثبت و به این ترتیب از مثبت به منفی، از منفی به مثبت، از مثبت به منفی، از منفی به مثبت. و این را اگر ببینیم از مثبت به منفی، از منفی به مثبت و از مثبت به منفی. خب هاف ویو ریکتیفایر چی هست؟ هاف ویو ریکتیفایر ریکتیفایری هست که ای سی را به دی سی کنورت میکنه، اما تنها بخشی مثبت، بخشی مثبت یا پوزیتیو بخش مثبت سیگنال اجازه میده و بخش منفیش اجازه نمیده. و یک چیز دیگر باید متوجه شوید که تنها بخش مثبت را نه، اگر تنها بخش نگتیو هم اجازه بده بازم هاف ویو ریکتیفایر است، اگر منفی را اجازه بده با مثبت اجازه نده بازم هاف ویو ریکتیفایر است. مثلا اینجا شما میبینین که یک سیگنال ساین است و از این هاف ویو ریکتیفایر عبور میکنه، و اینجا ما شما میبینیم که این بخش مثبتش در اینجا انتقال پیدا میکنه، اما بخش منفیش انتقال پیدا نمیکنه چون به خاطر از اینکه وقتی که مثبت باشه و این منفی باشه، وقتی که مثبت باشه ترمینال ما دهی حالت کرنت از اینجا عبور میکنه چون فارورد بایس است، اما وقتی که دهی جا میرسیم دهی بخش منفیش، دهی وقتی منفی اینجا منفی میشه اینجا مثبت میشه، پس کرنت از اینجا انتقال پیدا نمیتونه کرده به خاطر از اینجا ریورس بایس میشه. و این دیاگرام که هست این دیاگرام عزیز هم کمی به خاطر از اینکه پاور سپلای اینجا ما نشان دادیم و یک دانه ترانسفارمر کشیدیم و دیگه چیز نیست، فرق نمی کنن. این یک کمی ساده ترش هست و این که هست یک کمی کمپلکس هست.
خب هاف ویو ریکتیفایر اوریج آوتپوت پاور، اوریج آوتپوت پاور هاف ریکتیفایر چند است؟ خب هاف ویو ریکتیفایر اوریج پاورش است وی ماکس تقسیم پای. وی ماکس ما اینجا است، یا آی ماکس اگر می خواهیم که آی اوریج پیدا کنیم، آی ماکس تقسیم پای که ای آی ماکس شد، یا وی ماکس که اینجا است اما ماکسیمم یعنی اما آخرین نقطهش چند است، یا نقطه را نمیگیریم تغییر میکنه اما نقطه آخریش چند است او را تقسیم پای میکنیم. که ما در صنف کشیدیم که چرا کدام ترتیب ای را با دست میاریم که فعلا ما در او دیتیلز نمیرم و در امتحان هم من سوال نمی کنم که شما چه رقم به کدام ترتیب او را دیرایف بکنین، او مهم نیست بر ما. خب اینجا سوال است که What is the average DC value of half-wave rectifier voltage خب half-wave rectifier voltage of the half-wave below if a silicon diode is used in construction of the rectifier. خب DC voltage از این rectifier ما که در output به دست ما آمده چند است وقتی که در وقتی که سیلیکان ما استفاده کنیم به حیث دیود. خب ما می فهمیم که وی اوریج ما شما است با وی اوت تقسیم منفی 0.7 چون این سیلیکان است به خاطر 0.7 منفی میکنیم و تقسیم پای میکنیم جوابش می رسد 1.6 ولت. خب دیگه موضوع است پیک انورس ولتیج. ما میتونیم که قبلا گفتم که هاف ویو ریکتیفایر میشه که تنها بخش مثبت را از جریان را انتقال بده یا تنها بخش منفی ولتیج را انتقال بده. نتیجه ما میبینیم که when the diode is reversed we will get PIV a peak inverse voltage. وقتی که قبلا ما دیدیم که دیود ما به این شکل بوده اگر دیود ما این رقم کنک کنیم با ما و شما اوتپوت ما این رقم یک چیز میه منفی را اجازه نمیده اما وقتی که سرچپه دیود ما اینجا کنک کنیم در وقت مثبت ما انتقال پیدا نمیکنه چون وقتی که اینجا مثبت باشه و اینجا منفی باشه در حالت دینمی جریان نه جریان اینجا مثبت می باشه اینجا منفی مثبت کرنت اینجا رفته نمیتونه چون اینجا ریورس بایاس است این نمی پیشروش گرفته اما وقتی که در منفی میرسه در منفی اینجا منفی میشه اینجا مثبت میشه و در منفی جریان کرنت جریان پیدا میکنه و شما میبینین که آوتپوت ما شما مثل این رقم یک میشه در این وقت مثبت ما انتقال پیدا نمیکنه تنها منفی ما انتقال پیدا میکنه. یک سوال فکر میکنم شاید از این باشه. خب افیشنسی یا چقدر افیشنسی داره هاف ویو ریکتیفایر فرمول است ایارم در امتحان من سوال نمی کنم چون سوال های حل کردنی است من اقدر دلچسبی دی ندارم تنها اقدر یاد بگیرین که 40.6% افیشنسی هاف ویو ریکتیفایر است. خب میریم پیش disadvantage of half wave rectifier چی نقصان داره؟ They only allow half cycle through per sine wave and the other half cycle is wasted which leads to power loss. بخاطر از اینکه یکی از نقصایشی است که تنها اگر ما یک ساین ویو داشته باشیم تنها بخش مثبتش انتقال میده یا تنها بخش منفیش انتقال میده اگر ریورس کنک کنیم پس یک ساین نصفش از ضایع میشه که باعث ضایعات پاور میشه یعنی پاور ما ضایع میشه بخاطر از امو است که 40.6% افیشنسیش است. They produce low output power. Output power کم تولید میکنن به خاطر که ضایع میشه نصفش ضایع میشه به خاطر از او وقتی که شما 100 ولت اینپوت بدین شما 40.6 ولت در آوتپوت شما دی سی به دست میاد. The output power we obtain is not DC, pure DC and it still contains some ripples. خب هاف ویو ریکتیفایر ما همیشه اگر او فول ویو باشه یا هاف ویو باشه هر دوش فول پیور دی سی نه باشه و یک کم ای سیم از پیش تیر میشه از خود دیودز که او را ریپلز ما میگیم که بخاطر از اینکه ای را از بین ببریم ما باز کپاسیتورها را استفاده میکنیم و یکان ریگولیترها را استفاده میکنیم. خب تشکر دوستا در درس آینده باز در مورد فول ویو